به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید، به سه رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. به نقل از طلوع نیوز، عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان آمار داده است که بیش از 800 هزار تن در یک سال پسین از ایران به کشور برگشتند. او میگوید که از میان این شمار مهاجران 400 هزار تن آنان از ایران اخراج و برگشتانده شدند. مهاجرت غیر قانونی و نداشتن اسناد از علتهای اخراج شهروندان کشور از ایران عنوان شده است. عبدالمطلب حقانی در این باره گفت در یک سال گذشته از ایران 820 هزار مهاجر به کشور برگشته است که از این میان 400 هزار تن آنان به گونه اجباری به کشور برگشت داده شدند و متباقی به خواست خودشان برگشت کردند. انفجار در میدان وردک. در پی انفجار مهمات بجامانده از جنگ در ولسوالی سیدآباد میدان وردک دو کودک جان باختند. دفتر والی طالبان در میدان وردک گفته است که این رویداد روز گذشته در تنگی دره ولسوالی سیدآباد رخ داده است. به گفته این دفتر، این رویداد ناشی از انفجار گلوله راکت بوده و جان دو کودک خواهر و برادر را گرفته است. گفته شده است که این گلوله بجامانده از جنگ به خانه این کودکان انتقال داده شده بود. پاپ فرانسیس هنوز زنده ام. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که به دلیل مشکلات تنفسی و قلبی بستری شده بود، از شفاخانه مرخص شد و به خبرنگاران گفت هنوز زنده ام. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.